عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی حوزه انرژی، از برلین با ما همراه شدن. خوش آمدید. آقای حسینیان، در مورد وضعیت تولید و مصرف و این قطعی برق در بخش‌های مختلف چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟ درود به شما، وقتتونم بخیر. خب این قطع شدن برق نشون میده که خب برنامه های دولت دو ماه پیش که اعلام کردن که ما امسال قطعی نداریم، خاموشی نداریم، عملا جواب نداده، چون شهرک های صنعتی رو برقشون رو قطع کردن یا جدول زمانبندی دادن به شهرک های صنعتی که توی بازدهای زمانی قطع میشه. عملا نشون میده با افزایش دما و افزایش گرما اون میزان تولیدی که ما داریم در نیروگاه ها جوابگوی مصرف نیستش. اما اتفاقی که افتاده اینه که ما در حاملای انرژی، بنزین، گازوئیل و گاز و برق، این ناترازی رو داریم و هر سال میزان مصرف ما 6 تا 8 درصد افزایش پیدا میکنه. اما سوال اساسی که تو زمینه برق میشه پرسید از جمهوری اسلامی و تا الان هم هیچ جوابی هیچ کدوم از مسئولان ندادن اینه که در رابطه با پالایشگاه و تولید بنزین، ناترازی بنزین و گاز، تولید گاز خب اون هم تکنولوژی غربی میخواد، هم سرمایه میخواد، اما واسه نیروگاه ها اینکه چرا نتونستن ناترازی رو تو این ده سال اخیر جبران کنن، اینکه ما توانشو داریم، شرکت های بزرگی داریم که همین الان تو روسیه و سوریه دارن واسه این دوتا کشور نیروگاه میسازن. اینکه چرا این نیروگاه ها رو در ایران نمیسازن سوالیه که باید جمهوری اسلامی و مدیرانش جواب بدن که چرا تو این 10 سال هیچ نیروگاهی اضافه نشده و نیروگاهی گازی ما به سیکل ترکیبی تبدیل نشدن که راندمانشون بره بالا. و برای برون رفت از این وضعیت بحرانی مثلا چه راهکارهایی باید در دستور کار قرار بگیره؟ به مهمترین راهکار اینه که کشور یا نیروگاه، دولت‌ها یا نیروگاه‌های جدید بسازن یا نیروگاه‌های موجودی که ما داریم و راندمانشون تقریباً زیر 40%، 37.5% و نیم راندمانی نیروگاه‌های گازی کشور، اینا رو تبدیل کنن به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که راندمانشون تقریباً به 50% میرسه. تو این 10 سال گذشته چه دولت روحانی چه آقای رئیسی در کاغذ این برنامه‌ها بوده، در برنامه‌های بالادستی، سند توسعه، حتی چشم‌انداز 20 ساله که رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش هم تدوین کردن در رابطه با انرژی و بخش انرژی صحبت شده، تعداد نیروگاه‌ها، تبدیل کردن نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، همه اینا صحبت شده، اما عملاً هیچ کدوم از اینا از روی کاغذ به واقعیت تبدیل نشده و ما در بازده هر سال 6-8% افزایش مصرف داریم، ولی خب تقریبا تو این 13-14 سال اخیر ما نتونستیم برابر با این افزایش مصرف افزایش تولید هم داشته باشیم و نتیجهش رو مردم دارن میبینن. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین همراه من. متشکرم.